اسکای رو بس میکنم. باشه خیلی. با سلام و درود به عزیزان، امیدوارم که خوب باشید و روزگار به کامتون. متاسفانه ما گرفتار مشکلات فنی شدیم و الان هم چیز ندارم، قول معروف نوشته های شما را مشاهده نمی کنم. بسیار خوب تشریف آورد. درود تورا جان، درود عزیزم، درود بر همه عزیزان و امیدوارم که خوب باشید و روزگار به کامتون. سپاس کنید به من علامت بدید صدا خوب است و فلان. نمیدونم صدا دارم. دوستان یه نوشته ای، چون من با دچار مشکل شدیم، صدا خوبه. یه سوال داشتم. این دوست عزیز ما به نام عنایت رئیسی صحبت میکنه، اصلش حضور داره. این مقداری کنجکاف شدم بپرسم اسم اصلیت هست یا اسم مستعارت هست. چنین اسمی رو انتخاب کردید، چون در صورت نام برادر من بوده و عزیزترین برادرم بوده دیگه. بله، در صورت نمیدونم. خب دوستان، مطالب بسیار مهمی هست و اونم این است که ما در چند جبهه کشور ما میشه گفت محاصره است. از جنوب ناوگان آمریکا و حضور کشورهای عربی، آمدن اسرائیل به منطقه. در جبهه شرقی ما در صورت تنش های روبه افزایش در عراق و جبهه جدیدم که در شمال کشور ما باز شده که بسیار بسیار خطرناک. این اعتبار که هم این بحران قفقاز، بحران قره‌باغ این استعداد رو داره که هم تبدیل بشه به یک جنگ قومی وحشیانه، هم تبدیل بشه به یک جنگ صلیبی بین مسیحیت و بقول آقایون مسلمان ها یا اسلام، و یه جنگ نژادی بشه بین ترک تبارا و ارمنی تبارا. و آقای اردوغان هم که استعداد دائمی از خودش نشون میده، به بنزین روی تمام شعله‌های آتش خاورمیانه بپاشونه و اهداف خودش رو پیش ببره. که در جبهه شمال هم میخواد نقش چنگیز خان، آتیلا و آلاریش رو بازی کنه به قول خودشون، هم میخواد نقش صلاح الدین ایوبی رو بازی کنه در جنگ های صلیبی، و هم در جهت پیشبرد منافع ترکیه و در حقیقت حزب حاکم با پرچم بلند کردن اسلام رادیکال اخوانی در خاورمیانه و هم پرچم قومگرایی و پانترکیز در منطقه قفقاز و آسیای میانه. به همین دلیل با
با توجه به پیشینه خصومت های بین ارمنی ها و ترک ها، این نگرانی با توجه به این سوابق افزایش پیدا میکنه. با توجه به که در سال 1915 ترکای عثمانی بیش از 1.5 میلیون ارمنی رو قتل عام کردن که تقریبا تمام سراسر منطقه رو به خون کشیدن، یک ژنوساید تمام عیار ساختن که نه تنها به محو فرامنه انجامید، آثار و تمام چیزهای فرهنگی تاریخی نا توی این منطقه نباشه. با توجه به این پیشبینی و این به قول معروف ذهنیت تاریخی که از قتل عام ارامنه در ذهن مردم ارمنستان وجود داره، و با توجه به این که تنها کشوری که آشکارا از آذربایجان دفاع میکنه یا حمایت میکنه ترکیه هست، دولت ارمنستان. 4000 آموزش دیدن، جنگیدن و بقول معروف انتحاری هستن، ایدئولوژیک هستن و اینها رو به این منطقه تشنج فرستاده. و گرچه دولت آذربایجان چنین ادعایی را قبول نداره، ولی در صورت فیلم هایی که ارائه شده ایشون از حضور این داعشی ها با جیپ ها و چیزهای خودشون هست. متاسفانه دوستان مشکلات فنی هست، خواستیم کاری حلش کنیم نتونستم دیگه، برای تا بیانیم توی بعدش شاید بتونیم کارو بکنیم. در ضمن این برق اضافه میشه، سعی میکنم اگر در توانم بود که گستاشش بدیم، چون سیر حوادث بسیار تند و پر آشوب است. داشتم خدمت عزیزان عرض میکردم در سال 93 که حدودا ما اونجا بودیم و از نزدیک حوادث قره‌باغ رو دنبال میکردیم، بسیار بسیار وحشتناک بود. جنگ قومی کشیده بود به خیابان‌ها و شهرهای آذربایجان، چون در زمان شوروی تعداد قابل توجه ارمنی، یهودی، چیزهای از این دست توی آذربایجان و باکو حضور داشتن و مشابه همچو وضعیتی در چی؟ در جنگ قره‌باغ به خشونت های افسار گسیخته در میان این انسان هایی که در این شهرهای مختلف آذری یا ارمنی وجود داشتن سرکوب های خونینی شد. بنابرای گفته های متعدد نزدیک 30,000 نفر هم کشته شد. این چه وضعیتی است؟ این گونه است که در زمان شوروی سابق جغرافیای اینجا به اصطلاح دست خوش تغییرات شد. جا قبل از 1917، چرا که قبل از 1917 انقلاب شد و حدودا 1918 به اصطلاح این مجموعه به شوروی منتقل شد، تو قفقاز به وجود اومد. و دولتی در باکو وجود اومد، دولت مساواتچی ها که اینا ناسیونالیست های آذری بودن که ترکیه عثمانی از اینا حمایت میکرد. و دولتی در ارمنستان به وجود اومد، ناسیونالیست های بازم ارمنی بودن که دولت داشناک ها بود. و در گرجستان هم اس ار ها یا سوسیال رولیسیونر ها و نیروهای با این مشخصات و گرایشات گرجی داشتن چی از اونجا وجود بود. بعد ارتش شوروی اومد و این خودش رو اعمال کرد.
نمیدونم در صورت مشکل فنی هست. خب اگه دقت کنید به نقشه، شما این وضعیت میبینید در آذربایجان که نخجوان هست، هم مرز با ترکیه هست، بعد یک دالانی هست که از ارمنستان میاد به اصطلاح به ایران که خط آهن راهن از اینجا میاد، بعد از اون باز خاک آذربایجان شروع میشه. یعنی نخجوان ارتباط فیزیکی، ارتباط جاده‌ای، ارتباط مستقیم با آذربایجان نداره. این اگر هم بخواد در سابق باید از سرزمین ارمنستان عبور میکرد به آذربایجان برسه. و سال 90 هم که شاهدش هستیم اختلافات این گونه بالا گرفت. بسیاری از ترانسپورت کالا از طریق دریای خزر، از طریق خاک جمهوری آذربایجان به طرف نخجوان از کجا میره؟ از خاک ایران میره، چون ارتباط جغرافیایی نیست. همین مثلا در مورد ترکیه ارتباط جغرافیایی مستقیم با باکو نداره. حالا هوایی میتونه، یا اگه ترانزیت زمینی باشه فقط از خاک ایران میتونه با آذربایجان ارتباط زمینی، حالا کامیون و امسالام و اتومبیل داشته باشه. اما تو این منطقه از قدیم قره‌باغ لحاظ جغرافیایی متعلق با آذربایجان، ولی لحاظ انسانی بیش از 80 یا بعضی میگن 90% مردم قره‌باغ، قره‌باغ اولیا، قره‌باغ کوهستانی، اینا ارمنی هستن. این ترکیب جمعیتی از قدیم بوده. حالا بعد از اینکه از سال 93 درگیری ها تشدید شد، طبیعتا اون اقلیت آذری هم اونجا رو ناامن دیدن و مهاجرت کردن به مناطق مرکزی تر. هر دو طرف هم در مورد آمار ارقام غلوف میکنن، از قدیم هم همینجوری بودن. چیزای برتری جویی هم هر دو طرف دارن. حالا با توجه به اینها میبینیم که خب این دوره این مشکل که بعد از اون جنگ اول یک هیئتی بود که با روسیه و اروپا و فرانسه و اینها میبایست این مشکل رو حل کنند که تحت عنوان کنفرانس مینسک شهرت داره، نتونستن راه حل برای مسئله پیدا کنند و طبیعتا در حالت آتش بس بودن. حالا ترکیه گفته میشه که این مسئله رو به شدت داره دامن میزنه و در راستای منافع خودش، و مدت ها بود که اسرائیل در اونجا نفوذ کرده بود. در حقیقت باکو به اعتقاد من مرکز جاسوسی بزرگ خاورمیانه شده بود. تقریبا هم ایران به شدت فعال بود و هم اسرائیل و امثال هم روسا که هستن، کشورهای دیگه، ترکیه به شدت فعال اونجا. و بعد از شوروی هم لحاظ اقتصادی ترکیه بیشترین نفوذ رو پیدا کرد. متاسفانه ایران نتونست اونطوری که باید شاید نفوذ اقتصادی پیدا کنه. خب با توجه به این اوصاف، حالا ترکیه برای که نفوذ کنه تو قفقاز بسیار مهمه براش که روی ناسیونالیسم آذری و قومگرایی ترکی و مسئله اسلامگرایی هر سه در هم ادغام شده چیکار بکنه؟ درجه محبوبیت و نفوذ و حضور خودش رو در اونجا بالا بره. یه رقابتی هم بین اسرائیل
و ترکیه به وجود اومده. با توجه به این که روی مسئله صلح کذایی که در جنوب را افتاده و امارات و بحرین هم به سمت اسرائیل نشانه گیری کردن، قطر و ترکیه هم از اون ور به هم نزدیکی دارن، به قطر هم اخوانی هست یا گرایشات اخوانی رو قبول داره، طبیعتا حضور اسرائیل برای ترکیه میتونه آزاردهنده باشه. آمریکا مایل هست که این کانون تشنج رو توی قفقاز به وجود بیاره، چون اگر ارتباط، یعنی موقعیت ارمنستان به عنوان متحد استراتژیک روسیه خدشه‌دار بشه، ارتباط خاورمیانه روسیه آسیب جدی می‌بینه، چون راهنش به خصوص از روسیه به آبخازیا و استیا میاد، اونجا کوههای عظیمی هست و در نتیجه تونل هایی هست که زمان شوروی درست کردن، زمان تزار ها بوده، که اینا جارا حساس میکنن. به خاطر همینم غرب به شدت براش مهمه ارتباط زمینی روسیه رو با قفقاز و از به طریق اولا با خاورمیانه به ایران قطع کنه. بسیار براشون مهمه. به همه دلیلم انقلاب مخملی در گرجستان در این راستا بود و حوادثی که در باکو هست در همین راستا هست. الان آذربایجان بیشترین تأمین کننده نفت اسرائیل هست. در اینجا حلقه ارمنستان بسیار مهمه که ارتباط زمینی ریلی ایران با روسیه و روسیه با ایران تقریبا از اینجا میگذره. نه پارسال اگه بیاد داشته باشی در ارمنستان انقلاب مخملین صورت دادن با امید این که ارمنستان رو به طرف ناتو بکشونن و قفقاز رو به مسئلهش پیش برن، چون تا امروز مسئله گرجستان در کما مونده. دو کشور رو میخوان به طرف ناتو بکشونن، یکی گرجستان هست، یکی هم اوکراین هست، ولی با مخالفت های سختی که روسیه میکنه و مشکلاتی که وجود داره تا حالا متوقف شده و ناتو هم چند بار خیز برداشت ولی دریای سیاه در تاثیر تسلط روسا است و ناوگانهای آمریکایی نتونستن و غربی نتونستن این اطمینان کامل رو داشته باشن که در شرایط بحران از گرجستان میتونن دفاع بکنن. تو هم بین که هم ارمنی های بسیار زیاد در روسیه دارن کار میکنن و هم گرجی های بسیار زیاد. ای نظر همین شنیدم که 20,000 ارمنی که در روسیه کار میکنن اینا آماده داوطلب شدن به رفتن به طرف ارمنستان، چون پای ترکیه که آمده ارمنی ها در همه جا سرازی شدن در سراسر جهان، چون ارمنی ها هم در آمریکا لابی قوی دارن، هم در بخصوص فرانسه. و حتی گفته میشه که دولت سوریه هم بی تفاوت نیست. توأم به این که کردها زیر نظر پیکاکا در صورت شکست ترکیه در هر گوشه براشون پر اهمیت و به همین دلیل هم گفته میشه که پیکاکا هم نیرو اعزام کرده. اینا همه در سطح گفته هاست، ولی به خاطر اینکه به اصطلاح قابل فهمه که این اتفاق بیفته. بعد هم میدونید که ارمنی ها کرد ها بعد از ایران و عراق و سوریه و ترکیه بیشترین تجمعشون توی ارمنستان هست.
در روسیه هم کردها وجود دارن، اون موقع در شوروی میگفتن. پس بنابراین اینجا جنگ کل منطقه سرازیر میشه در اون منطقه و برای ایران بسیار خطرناک، جبهه شمالی مشتعل بشه از طریق مسئله قومگرایی، میتونه آشوب و ناامنی در شهرهای آذربایجان ما به وجود بیاد که علائمش رو میبینیم، که آذریهای ما انتظار دارن دولت ایران وارد این درگیری و تخاصم بشه و از آذربایجان دفاع کنم به لحاظ ارتباط قومی که بین بخشای قابل توجهی از ایران آذری هستن و هم به خاطر مذهب. البته طبیعیه که دولت ایران خویشتنداری کنه، وارد این مناقشه نشه و به همین دلیل حفظ ارتباط استراتژیک با ارمنستان بسیار بسیار مهمه. همین که با دولت آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم سیاست تخاصم‌آمیز پیش نگیره. دولت روسیه هم همچون وضعیتی داره. به همین دلیل آمریکا و ناتو ارمنستان رو مایل هستن زیر فشار قرار بدن که در صورت شروع کنه به طرف ناتو رفتن و طبیعتاً لطمه بسیار زیادی به ژئوپلیتیک منطقه خواهد خورد. طبیعتاً دولت چین هم از این مسائل پرهیز میکنه که همه جا دنبال صلح و آرامش. در صورت رئیس جمهور فرانسه بر ضرورت همکاری با روسیه در همه زمین ها در چارچوب امنیت اروپا تاکید کرد و آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که اروپا باید برای رسیدن به ثبات در خاک خودش با روسیه همکاری کنه. شما مجسم کنین شعلای جنگ و وحشت داعش و تروریستی حالا آذربایجان رو بگیره، قطعا و اینا ارمنستان هم خواهد گرفت، سرایت میکنه به گرجستان. اون موقع اروپا با سیل عظیم مهاجرین جدید از قفقاز قطعا روبرو خواهد شد، وقتی که فضای ترس و وحشت و حراس داعش و تروریست و بمبگذاری و این چیزا به وجود بیاره. و ترکیه هم بیمیل نیست که این فضا به وجود بیاد و ابزار فشاری دست در دستش باشه برای به قول معروف فشاری باشه برای اروپا. در آستانه درگیری یا مرتبه آمریکا، آقای پومپو به سرعت به خودش به یونان رسوند. علتش هم این بود که ترکیه رو سوق بده به طرف تشدید بحران و در نتیجه از یونانی ها خواست که در صورت به این فرصت فشار به ترکیه نیارن. این آشکاره که آمریکا زینف هست و زیعلاق هست که چکار کنه اون منطقه رو برای اهرام فشار به ایران و روسیه متشنج کنه. با توجه به اینها ماکرون گفته به عقیده ما برای ایجاد صلح در قاره اروپا باید با روسیه همکاری کنیم. چون همچنین در دیدار با همتای لیتوانی خودش گفته نمیتوانیم چنان رفتاری کنیم که گویا اروپا جزیره ایست مجزا از روسیه. این عقلانیت حداقل دیده میشه در همین رابطه. پس میبینیم از دو جبهه به شدت به طرف روسیه تهاجم کردن، یکی از طرف بلاروس که طبیعتاً پایگاه آمریکایی ها و ناتو بخصوص آمریکایی ها در لهستان، لتونی و استونی و لیتوانی، این کشورهای پری بالتیک چه از تهدید خودشون رو گسترش میدن. از جبهه قفقاز هم دارن این فشار رو وارد میکنن به وسیله ترکیه. اینا نشون میده که آمریکایی ها از جنگ های مستقیم لشکرکشی که فاجعه بار بوده براشون تو خاورمیانه با کشته‌های بسیار و خسارات عظیم
و 8 تریلیون دلار به اصطلاح خسارت و هزینه، به نظرم میاد که دارن وارد جنگ های نوع دیگه میشن که کشورها رو حمایت کنن، به کشور دیگه حمله کنن و منافعشون رو تو این چارچوب جستجو کنن. کاملا در منطقه بلاروس مشهوده که با حمایت از توسعه طلبی هولناک لهستانی ها که ادعای ارضی به بلاروس دارن و حتی به اوکراین، و همینطور از این کشورهای بری بالتیک چکار کنن، اینجوری بیان پشت اینا قرار بگیرن و از طریق اینها که سیاستشون رو پیش برن. در مورد قفقازم به نظرم میرسه که به اصطلاح از طریق حمایت از ترکیه که آشکار نشه یا یه مقدار استتار شده باشه، اصل تنها چیز نیست. منافع ژئوپلیتیک گاهن از فروش اسلحه مهمتره. مثلا اسرائیل برای حضور در آذربایجان سعی کرد اسلحه های زیادی بخره، با توجه به اینکه بودجه اختصاص یافته از طرف آذربایجان طی سالهای متمادی با توجه به فروش نفت تقریبا اندازه کل بودجه ارمنستان. ارمنستان از لحاظ چه میگن منابع طبیعی، منابع معدنی کشور فقیری است و نشم دمان شوروی هم همونجوری بوده. ولی از طرف دیگه ارمنی ها میدونن که اگر حمایت روسی را از دست بدن میتونه به یک قتل عام تمام عیار سرانجام کار برای اونا به وجود بیاد. با وجود اینکه کودتای مخملی کردن و میباید تمام وظایف همین کودتای مخملی رو رفتن به طرف غرب و به طرف ناتو و اینا انجام بدن، ولی حتی این افراد جدید هم که اومدن نمیتونن پیوند استراتژیک با روسیه قطع کنن یا کاهش بدن و به امید دفاع غربی ها از اونا باشن. این مشکل رو نتونست حل کنن. خب با این مطلب اگر بخوایم چیز بکنیم، حالا با سرگیری درگیری های نظامی میان آذربایجان و عربستان از روز 5 مهر رسانه ها و کارشناسان اسرائیلی تأکید کردن که مسائل مرتبط با حوزه آسیای میانه حتی بعد از توافق اخیر صلح میان اسرائیل با امارات عربی و بحرین، خب رسمیت یافتن این حضور در خلیج فارس، همچنان مسئله آذربایجان برای اسرائیل بسیار مهمه، چون آذربایجان متهم است که پهپادهای اسرائیلی از خاک آذربایجان می اومدن در خاک ایران و مدت ها این مسئله از طرف ایران رصد شده و حتی اسناد مطرح شده که اسرائیل ها دزدیدن از ایران در رابطه با چیزهای اتمی از مسیر ایران با آذربایجان به طرف اسرائیل برده شده. یعنی چنین سطح همکاری هایی وجود داره. ولی این رسانه و کارشناسان دلیل اصلی مهم بودن این بحران برای اسرائیل رو دور شدن آمریکا از ایفای نقش دیرینه خودش در سرزمین‌های مختلف میده. یواش یواش باید اسرائیل مثل که یاد بگیره که خلاصه با پای خودش حرکت کنه و زیر چتر آمریکا به اهدافش نمیرسه و علتش همین است چه ترامپ بیاد به معنی تو انتخابات چه بایدن، این مسئله خروج آمریکا از سوریه، از عراق و افغانستان به نظر قطعی میرسه. علتش هم این است که آمریکا توانایی سابقه خودش رو نداره و در صورت مشکلاتی که برای آمریکا وجود اومده با رصد کردن روزمره حوادث آمریکا میتونیم کاملا بهش برسیم که آمریکا دچار مشکلات بسیار بزرگ است. خب
روزنامه جروزالم پست هم نوشته که هرچه آمریکا از ایفای نقش هژمونیک خودش دورتر بشه، قدرت‌های منطقه‌ای فعالتر بشن، مثل ترکیه، ایران، اسرائیل، و اینها سعی میکنن نقش آفرینی کنن. یعنی هر کدوم میخوان خلای آمریکا رو، خلای حضورش رو در این مناطق یا کاهش حضور رو چیکار کنن؟ اینا پر کنن. طبیعتا آمریکا مایل هست که در جاهای حساس این نقش رو به اسرائیل بده. فقط یکی از اوناست، مثلا پایگاه های دریایی و هوایی آمریکا تو این مناطق است و این وضعیت است که ما باش روبرو هستیم. ارتش آذربایجان، ارمنستان و اصل منطقه قره‌باغ اولیا که اکثر جمعیتون ارمنی هستن را با هم درگیر شدن و خب در گذشته هم کشته های زیاد. این واقعیت که آذربایجان تا 40% از نیازهای نفتی اسرائیل را تامین میکنه و در یک دهه اخیر هم مشتری تسلیحات اسرائیلی بوده و تنها دلیل اهمیت آذربایجان همه اینا تنها نیست، بلکه آقای ایگور لیبرمن وزیر خارجه قبلی اسرائیل که طبیعتاً از این یهودی های روس هست که اومدن اونجا و ایشون هم یه مدتی وزیر جنگ کابینه نتانیاهو بوده و یه حزبی هست که اغلبش روستبارا هستن، یهودی های روستبار هستن تو این حزب هستن. یکی از اهرم‌های فشار یا اهرم‌های حضور روسیه هم همین حزب و شخص لیبرمن هم فکر نمی کنم ابری بلد باشه، بیشتر روسی حرف میزنن. حالا کاری نداره. گفته یکی از مراکز تعیین کننده در لزوم حمایت اسرائیل از آذربایجان و کمک تسلیحاتی به ارتش این کشور، اهمیت راهبردی مناسبات آذربایجان و اسرائیل در ارتباط با ایران، بخصوص مرزهای طولانی با ایران. پس بنابراین ایرانی ها و همه ما که به مسئله میهنمون توجه ویژه داریم، این تشنج جنوب آبای خلیج فارس، منطقه جنوب و تشنج شمال بسیار برای ما چیز است. این نگرانی وجود میاد که اگر ابعاد تشنج هم ممکنه به خاک ایران کشیده بشه با توجه به بحرانی که مشاهده میشه، اون موقع سعی میکنم ارتش ایران نیروی در صورت کنترل مرزها را به دو قسمت تبدیل بکنن، یه قسمت داره شمال، قسمت داره جنوب، توان رزمی ما را ممکن در جنوب تضعیف بکنن. اونام اسرائیلی هم با این منفعت طبیعتا زینف هستن در اینجور مسائل. پس بنابراین گفته میشه که در روزنامه اسرائیلی هیوم هم گفته شده که اسرائیل در این نزاع باید کنار باکو بیسته، چرا که آذربایجان چشم گوش اسرائیل در برابر ایران است. با توجه به اینها برخی گزارش ها گفته میشه که مرکز تولید سنترفیوژ سایت هستی نتنز که هدف پهپادهای اسرائیلی قرار گرفت از خاک آذربایجان بوده و همینطور چیزهای جاسوسی و مسائل آرشیو هسته‌ای و مسئله از این دست. رسانه‌های اسرائیلی هم مدعی هستند که حمایت ایران از ارمنستان به ارتباط به نزدیک اسرائیل با آذربایجان نبوده و هر روز هم که بحث فروش تسلیحات اسرائیل با آذربایجان در میان موافقان و مخالفان در اسرائیل بالا میگیره، برخی از حامیان این معاملات با اشاره به دیدارهای سال گذشته وزیر دفاع و نخوازیر ارمنستان از تهران استدلال میکنن که ایروان با تهران که سرسخت این دشمن اسرائیل همکاری داره. این یه واقعیت. این پس بنابراین دولت اسرائیل چندان این وضعیت افغان ارمنستان براش خوشایند نیست. تا بسنم سرم بالاخره سکوت ارمنستان
در خصوص استفاده جمهوری آذربایجان از تسلیحات اسرائیلی شکسته شد و ایروان هم رسما از اسرائیل خواست که از این معاملات مرگبار دست برداره، متوقفش بکنه. و خلاصه وزیر خارجه ارمنستان هم در روزهای تنش نظامی در تیر ماه با آذربایجان که داشتن در مصاحبه با رسانه اسرائیلی گفت که سلاح‌های اسرائیلی در دست نظامیان آذری زیر ساختای غیر نظامی در ارمنستان رو منهدم میکنه، که به اصطلاح دوستان عزیز صدا داریم، امیدوارم که در صورتی مشکلات فنی ما هستیه. خب بگذاریم دوستان، با توجه به اینها خلاصه فرانسه هم تأکید کرده که گفتمان آنکارا گفتمانی کاملا جنگ طلبانه است که از سوی آنکارا پیشتر برده میشه و حضور نظامیان ارشد ترکیه در ستاد جنگ باکو هم گزارش شده، علاوه بر ارسال تروریست ها و مطالبی از این دست. با توجه به اینا پس ببینیم که ابعاد خطرات این منطقه رو دولت ایران و مردم ایران و اگه اپوزیسیونی باشه که وطنش دوست داشته باشه باید با حساسیت دنبال کنه. اما ما در اپوزیسیون عکس این رو میبینه که به این مسئله مقداری میپردازم که بیشتر در پی تنش هستن و بیشتر خواهان این است که ایران هرچی بیشتر با مشکلات روبرو بشه به نفع اینا هست. البته دولت ایران موازه که تا حالا گرفته چیز است، ولی بعد از اینکه تظاهراتی در تبریز صورت گرفت و اونجا سعی کردن شعارهایی به نفع جمهوری آذربایجان بدن و بر علیه ارمنی ها شعارهای مرگبار بدن و شعارهایی که دولت ایران چرا حمایت نمی کنه و کمک نمی کنه اینا را مطرح می کنن که نگرانی هست. حالا اگر بیان این مطلب رو که یکی از خواستای آمریکا، اسرائیل، عربستان اینها متشنج کردن مناطق قومی در ایران هست و سرمایه گذاری کردن، سازماندهی کردن و خیلی حوادث دیگه، اون موقع حساسیت امر رو بیشتر درک میکنه. همینقدر بس که فقط در یک سال گذشته در خوزستان 1200 تا از این جریانات تجزیه طلب مسلح رو دستگیر کردن و در کردستان در صورت هر لحظه مشکلات زیادی رو این جریانات گروه های مسلح ایجاد میکنن. و طبیعتا آذربایجان گرچه طی 100 سال اخیر جنبش های شهری بوده، نگاه کنید انقلاب مشروطیت جنبشش ایلیاتی نیست، شهرنشینی در آذربایجان از قدیم سطح بسیار بالایی داشته و جنبش های شهریه و طبیعتا اجتماعیه، برای جنبش کارگری باشه، جنبش مردمی باشه و طبیعتا تبریز هم مرکز ثقل اون هست و مرکز نیروی محرکه جنبش هاست با تاریخچه و مسئله که داره. با توجه به این توضیحات خب دوستان یه سری بزنیم به این که تو این شرایط با توجه به این اوضاع که اطراف ما در چی میگذره، آمریکایی‌ها تو عراق دارن به قول معروف
خودشون آماده درگیری های مسلحانه هم میکنن، گرچه از یک طرف میل به خروج دارن، اجتناب ناپذیر به نظر میرسه، ولی متاسفانه تو این وضعیت مشکلاتی که ما داریم یه دیپلماسی خردمندانه و فعال رو ما نمیبینیم. به همین دلیل هم سیاست خارجی ما بعضی وقتا دستخوش این میشه که امام جمعه های اردبیل و نفرم تبریز و ارومیه و جاهای مختلف بخوان تو سیاست داخلی نقش فعال بازی کردن که ظاهرا جلسه ای تشکیل، یا مثلا رویدادهای عراق از حساسیت بسیار بالایی برخورداره. یک مرتبه روزنامه کیان آقای شریعت مدار برمیداره یه برخورد ناهنجار با آیت الله سیستانی میکنه که بسیار نابخردان است و به خودش اجازه میده که عملا در سیاست خارجی به بخش حساس خاورمیانه و یا بسیار حساس روابط بین ایران و عراق که نیرو و امکانات عظیمی گذاشتن کشورهای مثل عربستان و امارات و اینا برای تخریب روابط ایران با عراق در اسرائیل و طبیعتا با آمریکا، ایشون نابخردانه چیزی میکنه که آیت الله سیستانی خواسته که در انتخابات بعدی از شورای امنیت، شورای ملل، سازمان ملل هیئت نظارت بفرست که چیز خوبی هم است. چرا؟ اتفاقا اگر دقت بکنید در انتخابات ونزوئلا که دائما نیروهای طرفدار سرسخت آمریکا وقتی تو انتخابات میبازن و دائما تحت عنوان که اینا تقلب کردن یا فلان انتخابات مخدوش میکنن تا مشروعیت منتخب یا مشروعیت رئیس جمهور زیر علامه سال برن و راه رو برای آشوب و اعتصاب و آشوب و دخالت های خارجی باز بکنن، همزمان چاور آمده بود هیئت آمریکایی رو دعوت کرد که اون موقع هیئتی که سرپرستیش رو آقای کارتر داشت و اومد صحت انتخابات رو تایید کرد و دهن اینا رو بست. الان هم مادورو هیئت از سازمان ملل خواسته نظارت کنه و هیئت هم از اتحادیه اروپا، چرا که آمریکایی‌ها دائما میخوان بازی رو به هم بزنن و در صورت همونطور که در مینسک و بلاروس میبینیم که اتفاق افتاد، همونطور که در سال 88 هم تو ایران دقیقا رفتم تو همین بازی که انتخابات رو مخدوش نشون بدن و بلوا را بندازن و مسئله از این دست، همه جا این کار رو میکنن. حالا به همین دلیل آقای سیستانی با این کارش، چون شیعه یا بیش از 60% یا 64% جمعیت عراق رو تشکیل میدن، طبیعتا ناظرها بیان یا نیان این انتخابات شیعیان میبرن. ولی من نمیدونم جمهوری اسلامی چه حداقل اینا شریعت نداره که شاید بازگو کننده مستقیم یا غیر مستقیم نظرات هیئت حاکم ایران هست دست به این کار میزن. یا در مورد همین کانون بسیار فعال برای تشنج در مرزهای ایران و رابطه ایران با آذربایجان، من نمیدونم چرا وزارت خارجه ما اکتفا میکنه به یکی دوتا بیانیه و در سطح بسیار نازل. حالا نمیدونم چقدر ابزارهای نفوذ داره، چون روسا در آذربایجان هنوز بسیار ابزارهای حضور و نفوذ رو داره. به عنوان مثال بخش بزرگی از صادرات آذربایجان به مسکو هست، به روسیه هست، تمام خاربار، مواد غذایی، مواد چی میگن مختلف، گل، همه چیزا بازارش تو اونجاست. غیر از نفت تمام بازارهای روسی رو داره و نفوذ داره، نفوذ تاریخی داره. بگذاریم، با توجه به این توضیحات امیدوارم که این عزیزان ما حساسیت بالایی نشون بدن. دولت ما دولت بسیار فشلی از دولت بسیار نابخرد بگم یا استراتژی از دست داده است و کارهای عجیب و غریبی میکنه که آدم رو به این سمت بکشونه که آگاهانه
دولت ایران داره تنش ها رو در داخل افزایش پیدا میکنه که اونم الان شاید امروز بپردازم. حالا دوستان عزیز، با توجه به این توضیحات، آقای رضا پهلوی ظاهرا آمده و چی اعلامیه داده و چرا این کار رو کرده، به این مسئله بپردازیم بد نیست. و جنجال رسانه حداقل راه افتاده و جالب اینجاست که همونطور که انحصار بخش گفته ها و موزگیری هایشون رو رادیو عربی سعودی ایران انترنشنال، سعودی انترنشنال به عهده داره و چه در مسائل گذشته داستان فرشگرد و فران این پدیده رو دیدیم، ظاهرا الان هم ایران انترنشنال بیشتر نقش رو داره در چی؟ در تبلیغات اینجا. روز اول کار یا فعالیت ایران انترنشنال با سخنرانی آهی چکار شد؟ این موج افتتاح شد. مشخص شد که چی هست؟ آقای آهی سردم داره این بازی جدید است. درسته؟ پس بنابراین میتونیم متوجه بشیم که پشت این قضیه شورای گذار است. چرا این آوردن جلو؟ اگه دقت کرده باشین شورای گذار خیلی تلاش کرد که مشروعیت پیدا کنه، نتونست. غلظت بالای قومگرایی در شورای گذار با خودش با بودن شخصیت های مثل آقای صدر الاشرافی که یه پانترک تمام عیار هست و یک ایران ستیز قهار که آشکارا به زبان فارسی به تمام ارزش ایرانی توهین میکنه و گروه های قومگرای مثل شناسنامه دار در اونجا نقش فعال داشتن و برخورد شدید ما با اینها تقریبا کارش نگرفت. اگر دقت کرده بودین این پروژه که آقای پهلوی میبایست همون موقع وارد گود میشد رو بیاد دارید که روز افتتاح یا روز آغاز به کار کنفرانس شورای گذار که در لندن بود، آقای رفعت که از فعالین شورای گذار هست و اینا یک مصاحبه با آقای رضا پهلوی انجام داد که تاییدیه بود بر این کار شورای گذار. اونجا در همون اتاق آقای آهی اون به اصطلاح پدیده رو تنظیم کرده بود و این دستور دهنده اون بود. روبروی اون جلسه شورای گذار در لندن همزمان مشروط خواه چیز کرده که من با اینام و برخی از افراد در ارتباط فعال بود و صحبت کردیم که داستان چی است و اینها و اونجا مشخص شد که اینا نقشه‌ای دارن که این دوتا جریان به هم وصل کنن و شاهزاده رهبر نمادینشون بشه. برنامه هم این بود، ولی خوشبختانه اونجا دو سه نفر افراد شدیدن به جریان شورای گذار حمله کردن، اون بازی به هم خورد. این پس بنابراین از این قبلا خب ققنوس درست شد. یکی از گردانندگان اصلی که در اونجا کودتا کرد در ققنوس کسی بود که به قول معروف نماینده ساروس در ایران بود در جریان همه حوادث 88 و یکی از کانال های پیوند سلطنت طلبان و آقای شاهزاده رضا پهلوی با جنبش سبز از اون طریق صورت میگیره و
یکی دیگه از کانالاش خانواده هاشمی رفسنجانی بود. نقش مهدی و فائزه در این بازی بسیار بالا بود که الان به اینم میپردازم. خب پس بنابراین ما میبینیم که در زمانی که فرشگرد درست شد، آقای رامین پرهام، جریان ققنوس، کسی دیگه، اما تو جریان شورای گذار مشاور اصلی و خط دهنده و تنظیم کننده و این انشایی رو که دادن دستیشون خوندن، در صورت پشتش آقای آهی هست. آهی از طریق سازگارا با بقایای این اصلاح طلبات در داخل بسیار فعال. رابطه تنگاتنگ آقای آهی با بهزاد نبوی در بسیاری از پروژه‌های داخل کشور در بعد از انقلاب کاملا شناخته شده است و همینطور آقای تاج‌زاده. پس بنابراین اینجا این رابطه رو می‌بینیم. پسر شریعت مداری با توجه به آیت الله شریعت مداری و با توجه به مسئله تبریز، ایشون در این حوادثی که میخواد در آذربایجان فعال بشه نقش فرام داره، دارن فعال میشن. خب و طبیعتا حالا یکی از دعواهای پسر شریعت مداری با چندین سالم بوده که با آقای رضا پهلوی این است که شما مسئله قدرت دست ما، یعنی دولت دست ما، شما شخصیت نمادین باشین، حالا میخواد پادشاه بشی، میخواد مقلومه جمهوریت هم باشه، شخصیت نمادین هستی، ولی شخصیت سیاسی یا دولت دست ما باشه. خودشو در سیمای نخست وزیر آینده به خاطر کابینه تشکیل داده. وزیر خارجهش آقای براتی است، نفهم وزیر فرهنگش آقای صدر اشرافی بوده و وزران هم بین خودشون تقسیم کرده بودن. حالا معلوم شده که فرشگرد شکست خورده، داستانش ققنوس شکست خورده، اون شورای ملی هم که درست شده بود در سالهای دوران احمدی نژاد، اونم با اختلاس مالی و دزدی قابل توجهی که دو شخصیت مهم در شورای ملی صورت گرفت، خانم نازیلا گلستان و پیرزاده، و خانم نازیلا گلستان باز اینجا عامل اصلی چیز دست سازگارا بوده باز، یعنی اونجا رد پاشه بگیره. بعد از اون طرف هم ارتباط شاهزاده و شورای ملی با تلویزیون اندیشه در دست آقای دورمانی، دورمانی یکی از کارگزاران هاشمی رفسنجانی بود و شخص دیگه در کانادا به نام آقای تبریزی، یکی از اینم عامل رفسنجانی بود. اینا همه به ساز بفروش بودن در اسپانیا و خونه می ساختن و می فروختن، چون اونجا مدت های مدید بود که جنوب اسپانیا خونه سازی برای بازنشستگان آلمانی، نفهم سوئدی، مناطق سرد اروپا به اونجا می رفتن دوران بازنشستگیشون اونجا و خونه سازی چیز شده بود. همین پدیده رو دار دست رفسنجانی در خونه سازی در ترکیه پیش بردن. اینا اخوانی ها هستن به قول معروف. خب با توجه به این توضیحات میبینیم که مثلا آقای میلانی که نویسنده است در آمریکا، استاد دانشگاه است، کتاب در مورد شاه نوشته، اون کتاب بنا به خواست رفسنجانی نوشته شده. بودجه اون کتاب رو هم و روز افتتاح یا روز پرده برداری از کتاب رو آقای تبریزی داده در کانادا. یعنی پیونده رو میخوام بگم که دچار چیز عجیب و غریب نشه. یه حلقه دیگه ارتباط اینها هم در خارج داخل بین اینها پسر شریعت مداری است که با ملی مذهبی ها و طیفای اینجوری ارتباط فعال داره. خب حالا آقای رضا پهلوی
آمدت تقریبا پذیرفته برای اولین بار، که تنها چیزی که تازه دیدم درش تقریبا تسلیم و نقش نمادین گرفتیه به عنوان شهروند نقش بازی کرد، ولی باعث میشه که کاری رو که شورای گذار میخواست با تنوع قومی و فران و بهمان و بیسار مشکلات رو حل کنه نتوانست که اجماع ایجاد کنه، تلاش زیادی هم کردن، حالا به وسیله آقای رضا پهلوی میخوان این اجماع رو ایجاد کنن. و به همین دلیل اول تصور میشد که این متن رو آقای پرهام نوشته، ولی فرشگردی ها همونطور که میدونید به ریزش نیروی وسیع کردن، باقی ماندش هم دو تا جناح شدن و تقریبا از حیز انتفاع ساقط شدن. عناصری ماندن و چیکار میکنن با تلویزیون ها و اینا پایگاهشون هم ایران انترنشنال و همسارا. خب اون شاهدش هستیم که آقای رضا پهلوی تو این شرایط رو گذاشته از سیر انشاهایی که فرمودن نکه چیزش رو گذاشته روی ارتش ایران و سپاه با توجه به حساسیت هایی که من دارم توی جنوب حضور اسرائیل، اونجا کانون متشنجه، توی شمال کانون متشنجه یعنی آذربایجان و امثالا، توی غرب کشور تنش بین آمریکا و طرفداران ایران کتائب الحق و جریانات مختلف عراق که طرفدار ایران هستن شیعیان رو به افزایش، در شرق ما ایشون الان آمده تقریبا حکم انحلال ارتش رو میده. اما تعجب میکنه چیزی نگفته. چرا؟ اینا بر اساس این که جنبش های اجتماعی و مشکلات اقتصادی فراوان هست، توضیح دادم که همیشه فشار حد اکثری دولت آمریکا باید تا پایان انتخابات به نتیجه برسید. فشار حد اکثری تقریبا دولت روحانی تمام تصمیمات اقتصادیش و اقداماتی که میکنه در جهت راستای تشدید این فشار حد اکثری بر مردم ایران، تمام اقداماتی که نباید بکنه، همین بازی با دلار، با مصرف ارز، با مصرف سکه، همین ها به شدت غیر عادی است. این هماهنگی رو میخوام بگم. پس فشار حد اکثری دولت هم و اعوان انصار اون خط توطئه تنش حد اکثری تا اینا آشوب حد اکثری رو بتونن به دست بیارن. توی این وضعیت که این برنامه هست و باید انجام بشه، حالا و با توجه به اطراف ایران و این چیزا، خب این در این پیام گفته میشه که ارتش سپاه همون داستان فرمول سابق که سالهای 57 گفته میشه سران ارتش باید کشته بشه، حالا این دفعه هم سران سپاه یا بدنه ارتش جدا بشه، انحلال ارتش. شما مجسم کنین، فرض کن این حرفا و این سخنان تأثیر بگذاره، چه اتفاقی میفته؟ مثلا دو تا لشکر به ملت میپیوندن، دو تا لشکر به نظام وفادارن. میدونی معنیش چیه؟ جنگ داخلی اجتناب ناپذیر میشه. یا نه سازمان یافته، نه همینطوری از ارتش ببرن به مردم بپیوندن. حالا مردم یعنی چی؟ اما پروسه‌ای که به 470,000 ارتش ایران بود زمان شاه موج انقلاب، این آقایون همین دولت موقت در عرض 15 ماه چیکار کردن؟ ارتش ایران رو به 30,000 نفر تقلیل دادن، غیر از اعدام فرماندهان و تصفیه های خونین و تصفیه های غیر اینا، اینها ارتش ایران رو میخوام بزنن، نیروی مسلح ایران. پس بنابراین با
باید چیکار بکنن؟ از این فرمول استفاده بکنن که آتش هم که تالا ارتش توی سرکوب اصلا دست داشته، دخالت داشته، حضور داشته، چرا ارتش رو میذارن توی این کاتگوری که افسران و فلان اینا به مردم بپیوندن؟ خب مگر به اصطلاح نیرو هوایی اما زمان شام هوا نیروز این تانک ها و اینها نیرو دریایی ایران مگر توی سرکوب ها نقش داشتن؟ چرا همه رو قتل عام کردن؟ یه پروژه آمریکای اسرائیلی بود، بعد اجرا شد، الان هم از همون فرمول استفاده دارن میکنن. و نگرانی من به شدت با میره که اینها میخوان به قول خودشون سر تمساح رو بزنن. همین آقا در زمان حمله به عراق میگفتن سر تمساح ایرانه، اینو بزنه. بعد طبیعتا ایران رو بزنن، باید ارتش رو بزنن، باید نیروهای مسلح رو بزنن. این از این. و بعد فرمولی که ارائه داده پری بالتیک رو به عنوان الگوی آینده خودش معرفی کرده که به قول معروف ستش نوع شفافیت داره. پری بالتیک، حالا پری بالتیک یعنی سه کشور لتونی، لتوانی و استونی، مجموعه مساحتشون به اندازه استان ایران نیست. یک. دو، جمعیتش مجموعه است در کشور 6 میلیون. سه، این کشورها با کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی و اینا هم مرزن. و بسیاری چیزهای دیگه. و این کشورها در زمان شوروی و زمان هیتلر مثل جذب سیستم شوروی شده، یا روی اینا مذاکراتی که بین روبینتروف و مولوتوف صورت گرفته بود، تقسیم جغرافیایی صورت گرفت، در عرض 2 سال هم بعد هیتلر زد زیرش رو، حمله به شوروی رو آغاز کرد. حالا چرا ایشون چیکار میکنه؟ خلاصه اونجا رو مثال میزنه، چون اونجا میگه 5 نوع شفافیت مثل پری بالتیک باید وجود بیاد. اول گروه ویژه اقدام مالی FATF. دوم سازمان مشارکت بین المللی در مورد بودجه. سوم سازمان بین المللی کار مثل LO. چهارم آژانس چند جانبه تضمین سرمایه های خارجی نگا. و پنجم انستیتوی داوری استوکر SCS. خب ایران در 3 تاش الان هست، اون مسئله FATF یعنی گروه اول پیش اقدام مالی. چرا؟ به خاطر اینکه توضیح بدم، دولت‌های بزرگ آمریکا، اسرائیل، عربستان هزینه کارهای مخفی خودشون رو چجوری به دست میارن؟ شفافن، تو بودجه میبرن. همین تازگی هفته پیش 2.5 تریلیون پولشویی میشه، مثل این بانکای غربی. پولشویی چیه؟ مواد مخدر. الان آمریکا خودش بزرگترین صادر کننده مواد مخدر جهان شده، ولی نه با دست رسمی دولت. چجوری؟ دست شرکت های نظامی خصوصی در افغانستان هستن، حضور دارن، بودجهشون هم از دولت آمریکا میگیرن، ولی خصوصی هم مثل بلک واتر، مثل اینا چیکار میکنن؟ یکی از کارهاشون انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا، بازارهای فروش. خب وقتی که طالبان بود به خصوص انگلیسی ها فعالا،
پول این مواد در افغانستان در گذشته 500 میلیون دلار بود، ولی اگر این مواد منتقل بشه به اروپا، بازارش به آمریکا 400 میلیارد، یعنی بعد از اسلحه این بزرگترین منبع درآمد. و با توجه به اینکه هزینه تولیدش بسیار ارزونه نسبت به سودی که به دست میاره، این تمام ژنرال‌های آمریکایی، تمام چیزهایی که دیپلمات‌ها، تمام شرکت‌های آمریکایی، تمام اینا آلوده به این هستن و اینا بخش بزرگی از بودجه‌های سری سازمان سیا از این طریق به دست میاد. در مورد اسرائیل، اون شارون یکی از قاچاقچیان بزرگ آمریکایی لاتین که اون زمینه‌ها بود. اینا تمام اسنادش هست نزد من که از منابع معتبر امنیتی به دست آوردم و اینا هست. یعنی اینجا با توجه به اینها که این موارد اقتصادیش که ما تحت کنترل بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است، اینا ابزارهای سلطه اقتصادی آمریکا هستن. یعنی میگه من این کار رو میکنم آقای رضا پهلوی. خب بعدش اینا کافی نیست از نظر اینا، چه چیزی دیگه تضمین میکنه که بیان سرمایه گذاری کنن و بعد کار ایجاد بشه؟ نه. کافی نیست. این کشورها باید بیان عضو ناتو بشن، یعنی ارتش آمریکا حضور دائمی توی کشورها داره. خب پس بنابراین این آقا پیامد بعدیش که حضور 40,000 50,000 مستشار نظامی مثل زمان شاه و حضور نظامی فیزیکی و پایگاه دریایی و پایگاه هوایی و اینا آمریکایی‌ها تو ایران فعال بشه. یعنی این وضعیت پس بنابراین در ارتباط با این جریانات، این برنامه‌ای که اینا دادن مشخصه که به اعتقاد من این برنامه شورای گذاره، پیشبرندش آهیه و از چند کانالم به داخل ارتباط دارن و هماهنگی دارن انجام میدن. خب با توجه به اینا، به خاطر اینکه به استناد به گذشته بخوام نزدیک بکنم این پدیده رو، چگونه عرب ها فعال میشن اینجور مواقع به شدت پول میریزن، چگونه غربی ها دستگاه جاسوسی در ارتباط با داخل فعال میشن و چه اتفاقاتی میفته، شما یه سری بزنیم به حوادث 88. در اونجا چه اتفاق افتاد؟ از یک سال دو سال قبلش تدارکات کاملا چیده میشه که مواردی که من بخوام بگم بسیار زیاده، ولی از ماها قبلش کلام دست میبرم توی این مسئله که ببینم چجوری بین اپوزیسیون خارج به خصوص سلطنت طلب ها حتی مجاهدین با داخل تنظیم میشه. همه هم کننده که شما اگر نگاه بکنی جلسه هست به نام جلسه بوده که به نام تصمیمات در جماران شورت داره یا لایه رهبری یا اینکه این رهبرها چی میخوان، در رأسش کیه؟ هاشمی رفسنجانی. چند نفر در این جلسه حضور دارن؟ میبینیم که خاتمی هست، خوینی هست و میرحسین موسوی. اینجا این جلسه تصمیم قطعی خودش رو میگیره. آقای عبدهی بیان میکنه که این نامش رو گذاشته جلسه اختشاش، یعنی تصمیم به اختشاش گرفته میشه. میان پایین تر تحت آقای رضا پهلوی هم صحبت از فرماندهان میدانی عملیاتی، اینا رو به شما میگم چجوری به وجود میاد. آیا سوال اینجاست که رهبری از داخل برای اختشاشات، برای تغییرات از داخل به خارج منتقل شده؟ این سوالی است که باید از خودمون بپرسیم. اگر نه پیمان
هنرمندها ارتباطات همیشه وجود داشته. پس بنابراین در این جلسه که خاتمی است خوینی هست و میرحسین موسوی به رهبری هاشمی رفسنجانی تصمیم به اختشاش گرفته میشه. زیر مجموعه اجرایش که اون فرماندهان میدانش که مهدی هاشمی لادم لومپن پست و جاسوس و بسیار شناخته شده به اصطلاح رهبری این دستین هست در عرصه میدانی. فقط در روزای اختشاش برای آشوب در شرق تهران از تهران پارس بنک نارمک هفت حوز و همینا سرکرده یکی از اوباش اراذل و منطقه شبی 800 هزار تومان شبی بهش میدن که اون منطقه رو آشوب بکشون. در غرب کشور کسی رو تعیین کرده بود شبی 1,000,000 میداد که غرب کشور رو غرب تهران رو به هم بزن. یکی دیگه در استخدامش بود که چی؟ این کارش لشکر سیاه برای فیلم ها میورد. لشکر سیاه مثلا میگفتن آقا 100 نفر 200 نفر لشکر سیاه میخواد برای فیلم سینمایی. این کارش بود، یکی از اوباش بود که کارش این بود. این شبی 2,000,000 میگرفت فیلم و روپران اینا. به اینا میگفتن آتش بزنید، اتوبوس آتش بزنید، فیلم داریم میگیریم. این برنامه بسیار زرنگ. توی این مدت این آقای مهدی هاشمی 200,000,000 هزینه کرد برای اختشاشات چند روز که دست پولهای چیز رو میزش پند بود و به یه او با شرازل میداد. توی زیر فرمانده یا در این مجموعه مهدی هاشمی بهزاد نبوی بود، تاجزاده بود، امینزاده بود، لاری بود، مرعشی بود، خادر هم کارده برچستن. مثلا تردیدی وجود نداره که تاجزاده یک استاد تمام عیار جنگ روانیست، یا حجاریان همینجور. اینا ارتباط خودشون از کی با سلطنت طلبا. فائزه میاد خارج، میره بقول معروف قاهره زیاد میکنه، قبر شراب در چیز انجام میده. مهدی هاشمی بیرون وقتی آمده انگلستان در خارج با کیا ارتباطات گرفت برید ببینید. یا سید حسن خمینی میاد با شاهزاده رضا پهلوی چیکار میکنه؟ ملاقات میکنه و ارتباطات تنگاتنگ میکنه. هنوزم نه ایشون نه شاهزاده صحبت نمیکنن که تو این گفتگوها چی گذشته بین حسن خمینی و شاهزاده. پس بنابراین این کمیته یا این سر سازماندهی که گفتم رهبرش آقای مهدی هاشمی هم. شاید تعجب بکنی آخه بهزاد نبوی با اون سوابق چگونه میره زیر اتوریته و یا دیگران. در صورت این که تو محافل داخل کشور همه میدونن که یک مردی که زنباره هرزه فاسق لومپن و جاسوس و اینا آقای مهدی هاشمی، حتی خانوادش هم اینه میدونن. بس بنابراین وقتی که میام نگاه بکنه پرونده اینا آقای خاتمی چگونه فضا سازی میکنه. یه دفتری در ژنو هست، دفتر ایشون سفیر سوئیس این رو سازمان داده به نام دفتر ژنو معروفه. ارتباط با خانم بیگانگان در اونجا صورت میگیره. ایشون هر دفعه آقای خاتمی میومد ژنو با این عناصر ارتباط تنگاتنگ و مخفی و خصوصی داشت. با خانم کاملیا، با آقای بهنود، با آقای رسام، با خانم شیپر و این با این خانم ها در پشت درهای بسته طولانی.
ایشون باید چیکار میکرد؟ مهدی هاشمی طبیعتا ارتباط با MI6 انگلیس و موساد داره. همین آقای خاتمی به اصطلاح میره عربستان و اومده بود که چیکار کنه؟ اومده بود که اروپایی ها را قانع کنه به موسوی خوینی ها. چون پرونده و کارنامه آقای موسوی در نزد اروپایی ها و عرب ها به عنوان یک عنصر رادیکال یا چپ با عقاید عدالت‌خواهانه و یه چیزها بود تو ذهنشون، ولی متوجه نیستن که خب خیلی از چپ های سابق به راست رفتن، ولی در صورت تن به حمایت نمیدادن. ایشون اروپا را متقاعد کرد و بعد از اون تبلیغات گسترده و رادیو و تلویزیون ها در اختیار این مسئله قرار گرفت. بلند شد آقای خاتمی به اصطلاح بلند شد را پرو ملک عبدالله، مثل بچه ها چارزانو نشست و ملک عبدالله روش داد میکشید که به اصطلاح ما تصور میکردیم شما یا آقای هاشمی رفسنجانی میاد جلو و ما شما مردانی هستی که مسائل رو درک میکنید و فلان و همان و اینجور چیزا، و اینم مثل بچه اون داد میکشید، عصبانی بود و اینا را تمام ابتهی گفته. برکه ابتهی رئیس چیز بود توی سیستم جاسوسی، یعنی رئیس خاتمی بود، یه رده پایین تر بود متاسفانه. اینجا وقتی بعد از اینکه گفتگو با ملک عبدالله میشه، سیل پول عرب ها سراسر میشه. شیوه دادن پولشون هم خیلی راحت. اونجا چیکار میکنن؟ یه کنفرانس میذارن، بند رو شما رو یک سو دعوت میکنن، اونجا یه چیزایی میگه، من به گفته ها باید به نفع اونا باشه. بعدش یک مرتبه پاکت بدیدن 100,000 دلار، یه مرتبه پاکت بدیدن 500,000 دلار. شیوه ها این است. همین شیوه رو در ایران انترنشنال دارم. پاکت به نام چیز آقای مهاجرانی پاکت 100,000 دلاری میگیره گرفته. نفهم همه اینا این کار هستن. حالا برای شما ممکنه عجیب و غریب به وجود بیاد، ولی نه، عجیب و غریب نیست. شما در رویدادهای 88 اینا رو بازگو میکنم، این نظر که دوباره داره همه اتفاق میفته. خیلی البته مورهاشون سوخت توی جریان 88 و امسالام، ولی همه عناصر هستن. دیدی دوباره خوینی ها باید یه مرتبه نامه سرگشاده بخواد. من همه روز گفتم این بازیش پدر معنوی اصلاح طلب هاست. اینا میخوان چیکار بکنم؟ برای علی خامنه ای بزنم. برای اینکه این آقای خوینی ها یکی از شخصیت های مرموز این جریانه. خب ایشون همین بنیاد فتنه و مشکلات رو با تسخیر سفارت آغاز کرد. فکر میکنه خمینی قبول داشت؟ نه، خمینی رو تو عمل انجام شده قرار داد و خمینی در صورت ناچار شد چیز بکنه دیگه. ولی این آغازگرش بود. این تصمیم برای چی گرفته شد؟ برای اینکه طبیعی سفارت هر کشور خاک اون کشوره، تو اشغالش بکنی طرف برای آزادسازی خاکش میتونه حمله نظامی بکنه و این کار کردن برای این کار، و به همین دلیل هم حمله نظامی هم صورت گرفت که حالا داستانش پیچیده است. دیران تبس و بعدش کودتای نوژه و همینطور بعدش تنش ها و همینطور تا به جنگ ایران عراق کشید. پس بنابراین ما این با این مطالب وقتی که برخورد میکنیم، میبینیم که توی همین جریانی که توضیح دادم تصمیمات گرفته شد بین رهبر هاشمی رفسنجانی، خاتمی خوینی و میرحسین موسوی و اون ستر اجرایش مهدی هاشمی، بعد اونیم حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی،
ما کارگزاران و اینها حزب اعتماد ملی، حلقه میرحسین موسوینی، روحانیون مبارز، همه اینا برکت در میان کامل و از طریق اینا که گفتم هر کدوم وظیفه‌ای دارن مسئله زیادی رو با خودشون حل میکنن. ستاد کروبی برکت در میان، ستاد سیانت از آرای محتشمی برکت در میان، چون از ماها قبل این ذهنیت القا کردن که داره تقلب خواهد شد 100% و اینا ستاد سیانت از آرا را رو انداختن، آمادگی ذهنی برای که اگر فردا گفتن تقلب شد از یه پیش بره. همه هم تو آمریکا همین تاکتیکه، ذهنیت رو دار دسته ترامپ ایجاد میکنه که اگه من برنده نشدم پس بنابراین تقلب شده. این ذهنیت ها رو آماده میکنم برای برخورد آینده، برای در صورت و اینا میگه که NGO هایی که زیر پوشه خود خاتمی هستن، این NGO ها هستن که کارشون آوردن لشکر انسانی در خیابان بوده و اینها دوره های چند ماهه در دبی و ابوظبی دیدن برای این کار که این به صورت انقلاب سبز، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی بی سادگی نیست که، و باید تو کادرهای تربیت کنی که یه جمعیت 500 نفری رو 50,000 نشون بده با فیلم برداری های ویژه و سرصده های معین. یکی از کاراش باید انجام بشه و تا بسه حساسیت جهانی رو بتونی به وجود بیاری و کارنوال رو انداختن و رنگ معینی رو، رنگ سبز یا رنگ بنفشه یا همچیدهای رو برعلم کردن و لشکر خیابانی رو انداختن و و حساسیت بینامه و جنگ روانی که از چیزای اساسیشه که کمیته جنگ روانی رو آقای حجاری، آقای تاجزاده با حمایت حجاریان واقعا کارشناس جنگ روانیه. حالا شما فقط خوینی ها رو با این پرونده یه روزی شد من تمام جزئیاتش بگم، شما نگاه بکنید این آدم گروه فرقان زیر دستش بوده، آقای گودرزی از شاگرداش بوده، گودرزی اسمش بود، پسره بود 17 ساله که رفت و مفتر رو کشت، همین پروژه رو داشت برای که بهشتی رو بکشه، همین پروژه رو گروه فرقان با خود خامنه ای کرد که به اصطلاح روی چیزش اون ضبط صوتی که جلوش گذاشته بودن روش نوشته بودن هدیه فرقان که منفجر شد و قرار بود کشته بشه و باز تو تمام اینقدر یا تو نخست وزیری، جریان نخست وزیری یادتون رفت که گفتن کشمیری مرد، عزاداری کردن، تابوتش رو بردن خاک کردن، پرونده علکی بود، کی سازمان داده بود؟ بهزاد نبوی، ایشونو گرفتن که رفت و چیکار بکنه، پروندهش بسیار مشکوک بود، قدوسی موقع داستان کشور بود، داستان فلان بود، چیکار کرد؟ پرونده تا اونجا برد که دیگه قطعی احتیاط پیدا کرد، یک مرتبه بم زیر قدوسی منفجر میشه و از پنجره پرتاب میشه بیرون، پرونده به دست که خوینی ها میفته و مخدوش اعلام میکنه و به خاطر نجات آقای بهزاد نبوی خود کرفسنجانی میاد تو نماز جمعه شروع میکنه و مصیبت ها رو انداختن که فلان است و بهمان است و این پرونده های پیچیده‌ای داره انقلاب و اینا رو میگم که بسیار مسائل زیادی درش هست. خسته میشم دوستان عزیز. بله بعد از این سخنرانی هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه که شدیداً از بهزاد نبوی حمایت میکنه، آقای بهزاد نبوی از مرگ نجات پیدا میکنه تا بیاد کارهای بعدیش انجام بده که همانا با دستیار خودش آقای سازگارا میرن تو صنایع سنگین و بعدش خودروسازی و مافیای خودروسازی رو میسازن و هیچ کمکی هم به جبهه جنگ نمی کنند و تمام. از اونجاست که با دلار 7 تومانی ثروت های هنگفتی رو سازمان میدن و مسائل عجیبی رو به وجود میارن. با توجه به توضیحات دوستان عزیز، بله وقتی
چیزهای خیلی از چهره‌های موجه میبینیم این بازی ها را میکنن. حالا اگر من بیام بگم که خب پیوندهای معینی ویژه بین وجود داره، شاخصهاش رو گفتم، ارتباطاتش رو گفتم، تماسها رو گفتم، همین ها تعجب نکنید ایزم. خب برای ما روشنه که مأمور سیاست آقای آهی که روشن خودشون تو کتاب های هست اینجا خودش بارها اعتراف کرده، اینجا کتاب من دارم و سازگارا چنین نقش سگانهی بازی میکنه، یه پاش با بهزاد نبوی و آقای تاجزاده و اینها هست، با حجاری اینا تو تیم های به وجود آمده در تسخیر در دستگاه ساواک، تمام پرونده دست اینا افتاد، اینا آگاهانه رفتن در رکن دو ارتش رو گرفتن، تمام پرونده ها رو اینا چیز کردن و بسیار مسائل پیچیده در صورت مدیریت کردن زبر. حالا اگر بیم با چنین پیشینه بگیم آقا این داستان جدید که داره راه میفته آقای رضا پهلوی، فکر نمی کنم خود رضا پهلوی اینقدر پیچیدگی ذهنی داشته باشه، ولی استعداد اینو داره که اگر براش هورا بکشن تن به هر چیزی بده. و خب ایشون الان در سیما اینجوری ظاهر شده که به اصطلاح گزار مسالمت آمیز جنگ نباشه اینا فلان، ولی مگر یه آقا در جریان حمله به عراق چه موضعی گرفت؟ آدرس میگفت تهران. مگر ایشون با شلتون ادلتون، این یهودی صهیونیست فاشیست که گفت بمب اتم بندازین توی کویر اگر متقاعد نشدن توی که شهرهای تهران بندازین، ایشون نرفت دست این، جایزه گرفت، پول گرفت. و اگر آدم زده جنگه، از یه آدم نفرت انگیز قماربازه، نمیفهم چی میگن کازینو داره، با این سوابق اینا میاد چیکار میکنه؟ پول میگیره؟ نه. با توجه به اینها اینا رو گفتم، فقط دوستان حساس بشی، در خدمتونم هستم، برای که حساسی اینا همین رو که گفتم اطلاعات تثبیت شده هستم، نه خودم به خاطر پیشینه فکر میکردم چپه آقای موسوی، خب به اول بعد سمپاتی پیدا کردم. ایشون اولین سخنرانی انتخاباتیشو کجا گذاشت؟ کجا؟ توی مسجد چی اسمشه جنوب شهر؟ نازی آباد، مسجد فقیر با ادارت اجتماعی هم شروع کرد. خب میگفتیم بد نیست. بعد جشن چیده خودشو کجا گذاشت؟ تو برج میلاد، همه تا پا اومده بود. یعنی ماسک عدالت خواهی زد. برنامه هم که نوشته بود 10 سال دوستان روش کار کرده بودن، 10 سال تو کما بود. برای پسران بهشتی تو مؤسسه و تشکیلاتی که زده بودن اومدن. چیه؟ حکومت دینی نه، اما حکومت دینداران آری، این تزش بود. این تز مال کی بود؟ ابراهیمی هستی، یکی از جاسوسای شناخته شده سازمان سیاهیه که با کشتار آمده بود، با لیست نابودی کمونیست ها و ارتشی ها و اینا که بولمروف آمده بود از آمریکا. خب اینا با این پدیده شروع کردن. بعد یه مرتبه دیدیم که چرخش به راسته و وحشتناکی از طرف اینا صورت بگه. اول بهش میگفتن احمدی نژاد یکم عاقل، یعنی همون رادیکالیزم اون رو داره ولی عاقل تر، ولی بعدا دیدیم که یه چرخش اساسی برای مسائل دیگه از خودش نشون داد. حالا اینا را اگر دوستان حقیقتش منم خسته شدم، یه انرژی سابقم نداری، میخواستم یه مقداری هم اینا رو من ادامه میدم دوستان، نقشه اینا رو افشا میکنم. اینا فشار حداکثری فرمول حفظ کنید،
فشار حداکثری، تنش حداکثری، آشوب حداکثری. اونم تو شرایطی که ما تو محاصره کامل هستیم از طرف متخاصمان نظامی. این خیانت به نظام. یعنی الان هر کس به هر دلیلی بخواد ارتش رو تضعیف کنه، نیروهای مسلح ایران رو تضعیف کنه، تحت عنوان خیرخواهی به پیوندید به ملت، ملت چی چی چیکار کنم؟ مگه ارتش اومده سرکوب کرده که به پیونده به ملت؟ میخواین به همش بزنید، میخواین اون سازمان و ساختار رو به هم بزنید، نظم رو به هم بزنید، اوتوریته رو به هم بزنید، فرماندهی رو به هم بزنید. من هم مشخصه حداقل در کشور خود با پیاده شده اینا همین عناصر. اینم توی شرایط حساس من یه خواهش از دارم، من معیار میهن دوستی یا ضد میهنی رو در گفتارها و کلمات نمیبینم عزیزم، نمیبینم، بلکه تو عمل. الان یکی از مشکلات این تزی که ایشون داده اسمش چی هست، همین پیمان نوینه چیه، به خاطر اینکه مشکلات رو یه مقداری چیز بکنه، اپوزیسیون رو هم چیز بکنه، طرح سلبی داده، طرح منفی داده، طرح مثبت نیست. یعنی چی؟ تو سلبی یعنی که در سرنگونی متحد بشه. فردای روز چیز؟ فردا دیگه خب مردم میان و فران میکنن. در طرح ایجابی حرف نمیزنن. چون میدونن تو طرح ایجابی حرف بزنن، یکی میگه من فدرالیزمم، یکی میگه خودمختاری میخوام، یکی میگه تجزیه میخوام، یکی میگه حکومت اسلامی میخوام مثل مجاهدین، یکی میگه هر صد تا قسمت میشه. اینا به خاطر جلوگیری از این میان طرح سلبی میدن، هر نگونه رژیم همه هم میزنن روی این قضیه. در صورتی که دعواها روی این است، چون مشخصه اگر تو امروز قدرت بگیری، یعنی قدرت هم کف خیابونه، این روشنه، این رژیم هم همینطوری دست بسته نمیره. تو باید اینقدر نیرو کف خیابون بیاری به فرمان خودت تا بتونی طرف مقابل چیز بکنی. مثلا هاشمی رفسنجانی همون موقع به خاطر اینکه داشت نیرو بسیج میکرد، برای پسر لومپنش داشت با ارارزر و اوباش نیرو سازمان میدادن، پول ریخته بودن برای که بسیج خونسا کنن، تو شورای مصلحت نظام طرح چی بود؟ طرح اینکه میگفتن بسیجی ها به چیز برگردن، به مساجد برون، از محل برون، بسیجی ها رو میخواستن خلسلا کنن یا خلیت کنن. این هفه میکنه و ما هم خوشحال میشودیم ببینیم بسیجی ها رو چیز بکنن، ولی اونا تر خودشون رو میخواستن پیاده کنن، چون بسیجی آلترناتیو اونا بود، ربطی به ما نداشت، ربطی به اونا از آدم های دیگه نداشت. اونا طرح خودشون زیر پوشش های چیز خراب چیز میکنن. اینا طرح به اصطلاح بدنام کردن سپاه برای این بود که این بازی های بعدی رو که دارن قانون مقاومت رو در اون طرف در هم بشکنن. نفهم دولت مسلح و همین آقای روحانی پلید مگر نمیمد کلید نشون میداد و بعد چیز میکرد که کت خدای ده، نگه کت خدای ده آمریکا نبود، مشکلات حل میکنه و هم همه چی روی سفره میان، همین رو نمیگفت مگر؟ دولت مسلح نمیذاره، یعنی سپاه پاسداران نمیذاره، دولتی که توپ دارد، تانک دارد، فلان دارد، بهمان دارد، اقتصاد دارد، همه بازی ها. الان مثل پیرزن های ذلیل میگه هرچی نفرین دارید به کاخ سفید حواله کنید. آخه اینا تر میشه، اینا سخن میشه، یعنی رفع مسئولیت. نه من مسئولش نیدم، کاخ سفیدی برای را سر ما آورده. و از این داستان ها متاسفانه بسیار زدی. و کسی که شعار این بازی ها را بخونه، من این کتاب یک کلمه رو همیشه کنارم هست، مال مستشار دولت است، برای که یه چیز را یادم نره، یعنی حضور زن همیشه داشته باشم. میدونی چرا؟ این زمان ناصرالدین شاه این کتاب رو نوشته شده، از روی که قانون اساسی فرانسه هم هست و در صورت خوب گفت همه چی باید با قانون مقید بشه.
قدرت شاه. قانون فی ما بینه، همه از شاه تا گدا قضاوت کن. این رساله رو تو زندان نقد زدم تو سرش تا کورش. یعنی ما از زمان ناصری شد تا حالا چند ساله؟ 150 سال، 160 سال. ما کلمه قانون تو کشور خودمون نتونستیم نهاد، کم زحمت کشیدیم. انقلاب مشروطیه، پیش انقلاب مشروطیه، روشنگران انقلاب از آخوندزاده گرفته، نفهم میرزا آقای کرمانی گرفته، آقای مراغی گرفته، روحی گرفته، صدها انسان گردن کلوف قلم زدن، فکر کردن، نوشتن، فلان کردن. همه انقلاب مشروطیه شد، تونستن قانون رو نهادینه کنن توی مملکت، تونستن. بعد از اون حوادث رضا شاه اومد، تونست توی مملکت. حالا ببینید دزدی و اختلاس ها و فلان اینا، در اولی که توجیب قانون به ما چیزی نمیگه در مورد اختلاس که باید اعدام بکنیم، قطع دست بکنیم. ولی یه بدبخت کنیم چیز رو میگیرن به خاطر یه چیز ساده، یه گوسفند دزدیده دستش قطع میکنن. خب ولی برای اختلاس کردی که 3 میلیارد دلار برمیداره در میره، اعدام به این اختلاس کرا داده میشه، به خصوص بالایی ها تردیدی نمی کنن. داره که اموال میلیون ها انسان میدوسته میبره، دست تو جیب میلیون ها انسان میکنه میبره. خب پس بنابراین اینجا ما وقتی که 150 سال به عنوان مثال نتونستیم قانون رو نادیده بکنیم، همه اجرا کنن از بزرگ تا کوچیک، و دستگاه قضایی که بس قانون مدار، پلیس قانون مدار، رشوه نگیره، همینا نتونستیم. برای ساده گیر آوردی آقای شاهزاده، آقای آهی، اگر ما بیاییم انشا می نویسی برای من، بهش گلستان می شود، سکولاریسم می آید، همه خوب می شود. یعنی تا قبل از ما این همه جنگیدن نتونستن، تو می دونیم. و نباید فراموش کنیم که اینجا خاورمیانه است آقا، اینجا لیتوانی نیست، لتونی نیست، استونی نیست، پلیبالتیک نیست، همسایات اینجا پشتش داعش است، ارارشام است، جیش العدل است، نفهم زهرمار است، آدمخورای شاه عباسی است، همه و همه توی منطقه عقربخیز و مارخیز ما داریم زندگی میکنه. این وحده ها رو برای چیز نکن. تو نتونستی نیروهای خودت منسجم کنی، تو نتونستی به قول معروف اون شورای ملی به سرانجام برسونی، پولایی که جمع شد دزدیدید، دزدید. آقای خانم نازیلا و آقای گلستان پولا رو دزدیدن، حالا میخوای دوباره پول جمع کنی؟ کی میخواد به دزدی دفعه کی؟ و بدبخت ما جوان بدبخت رو تحییجشون میکنید، فران میکنید، میفرستید جلوی مشکلات و فران تحریک میکنید، آتش بزنن، فران کنن. بعدش چی میشه؟ بعدش دوباره میاین یک اعضای شام غریبان طولانی را میندازین، بعدش آوا نفرین، و بعدش حکومت جلاد است، حکومت فلان است و بامان. اینا آیه هایی که تا حالا 40 سال خوندیم. در هر صورت دوستان عزیز موفق باشید، چون دیگه واقعا توان ندارم. محبت کنید دوستان، این صحبت ها رو منتقل کنید، تلاش کنید بی تفاوت نباشید، تلاش کنید، فکر کنید، بیندیشید، شک کنید. از زبان انگلیسی های خیلی چیزا آدم میتونه ازشون یاد بگیره. بعد از این چی اسمش هست؟ این مناظره وحشتناک که آبروریزی بین المللی تمام عیار بود. انگلیسی ها آمدن که بسیار چیز بکنن، یه مطلبی گفتن جالبه، گفتن جداسازی توتی های بددهن از باغوش. مسئولان باغوش در لینکلنشایر در شرق انگلستان 5 توتی بددهن رو از بقیه توتی ها جدا کردن که بقیه توتی ها از اونا تقلید نکنن، آلودگی به قول رو کلامی تو جامعه روش نکنه، جامعه توتی ها. این 5 توتی به نام های بیلی و اریک و تایسون و
جید و السی و اینها ما گذشته به جمع 230 خاکستری این باقوهش پیوسته بودن. اما بعد از مدتی مسئولان باقوهش متوجه شدن که اینا پوشه رکیک بزنند، چیزای تناسلی شده نشون میدن یا خیلی چیزای اینجوری خیلی بدنامی هست. مسئولان باقوهش گفتم نگران بازدید کنندگاه کم سن سالا این هم هستیم و همه در این توتی ها رو بودی های بدن و فهاش رو از منطقه دور کردن. الان هم مردم آمریکا که بازنده این مناظره بودن آبروی بیرانوالیشون رفت، به نظرم مثل همین کار بکنن، پیام دادن که این توتی های بدن رو چیکار کنین، منتقل کنین، قرنطینه کنین، به جای دور از ارتباط اجتماعی منتقل کنین بایدن و ترامپ. و این ادبیات رو، و متاسفانه این ادبیات رایج است که میخواستم این بخشم در رابطه با این دوستان بخواستم در مورد این چی اسمشن انتخابات آمریکا به این مطالب جالبی بود در رابطه با این مناظره بگم، ولی دیگه فکر کنم لازم نباشه چون بعد از کافی به اصطلاح باستاب پیدا کرده و همین مواردی که تا حالا گفتم به نظرم ضروری بوده و کمیاب بوده و یا جای دیگه نمیتونستین شاید این اطلاعات رو به دست بیارید. به همین دارم دوستان عزیز، سه شنبه این برنامه تکرار میشه و در صورت تصمیم گرفتم هفته دوبارش کنم و خواهش میکنم اگر دوست ما هستن ایمیل منو بفرستید، در یادداشت کنید شماره تلفن من یادداشت کنید واسطه واتساپ و اینها، اگر سوالی هست به درخت با من در میون بذارید، اگر همکاری فکری میخواین انجام بدید با من در میون بذارید و سعی کنیم جمعی تر مبارزه کنیم با این پدیده هایی که در کشور ما میگذره و توطئه هایی که هست، چون با همفکری بیشتر این توانایی رو داریم که توطئه ها رو کشف کنیم و آمادگی ذهنی تو جامعه ایجاد کنیم، اونا رو خونسا بتونیم بکنیم. دوستان اینا به همین دلیل محبت کنید، در صورت کمک کنید، همیاری کنید و دوستانم اگر کمک مالی هم هست سپاسگزار میشم ازتون. در صورت شبتون خوش دوستان، خسته نباشین. اگر آزار دیدید صحبت های من طولانی بود، گرچه میدونم این صحبت های امشب من این حجم فحاشان سلطنت طلب بشه در دلی من زیاد میشه. حالا جالب اینجاست طرفداران اینا تو خارج کشور اینا ما رو تحمل نمی کنن به خاطر حرفامون، بعد وعده دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر میدن که وقتی که مثلا چماقدارشون رو بدن تو خیابون فرد کردن دیگه واویلا. اینا رو اومده بودن من از تلویزیون کانال یک بیندازم اینا، چون کلمه کس و ناکس رو به کار بردن. حالا بگفتم آقا برو این شو تلویزیونی این آقای ترامپ و چیز رو بفهم، ببین تا ببین معنای توهین چی هست. میگه به ترامپ میگه احمق خفه شو، بلافاظه تیشرتش تمام آمریکا رو برو که احمق خفه شو. حالا با دوجه به این توضیحات اومدن، من گفتم خیلی ناراحت شدن، من گفتم کس و ناکس تقاضای اعدام من رو داده بودن، آه اینو بیرون کنین اخراج کنین. صدر رحمت با آقا محمد خان خواجه که اون شاعر به سلام پیرمرد بهش گفت شعر بود، روز عید بود داره شعر میگو، شعر به قول معروف مده آقا محمد خان، بعد رو بهش گفت نه به قول معروف عقل تو را که مده عالیت کنم، نه فن ریش تو را که ریش خنده سازم، نه خایه تو را که خایه مالید کنم. حالا این جماعت
توی جهت اون آقا محمد خان این بابا رو نکشت، تازه انعام بهش داد، گفت آفرین. گفتن چرا تو عمرش اصلا نمیخندید؟ گفت تنها کسی بوده که حقیقت رو گفته، بقیه همه دروغ میگفتن، همه میبودن من نژاد من رو به کیکاووس و کیخسرو میرشوندن و جوابهای زیاد میگفتن. این حقیقت من رو گفت، این شایسته چیز اینجا اگر این بینا حقیقت بگی میزنم میکشن. در صورت درود بر تو، در صورت شبتون خوش دوستم، امیدوارم سه شنبه در کنار هم باشیم و اگر سوالی مطلبی هست به ایمیل برای من بفرستید، خوشحال میشم بخونم. پیروز سربلند باشید. من این رو چجوری خاموش کنم اینجاست؟ بله، موفق باشید. Thank you.